جلسه بعدی میخوام مسئله رو شروع کنم. در جلسه قبل ما توضیح دادیم که با استفاده از معادلات تغییر طول ما میتونیم یه سری معادلات کمکی به دست بیاریم که با استفاده از اون معادلات مسائل نامعین رو حل کنیم. این مثال دیگه میخوایم حل کنیم با هم دیگه. صورت سوال گفته طول های L1 و L2 را L1 و L2 برای قسمت های فولادی و آلومینیومی، قسمت L1 از جنس فولاد، قسمت دوم از جنس آلومینیوم، طوری محاسبه کنید که تغییر طول دو قسمت فولادی و آلومینیوم یکسان باشد. سپس تغییر طول جسم مرکب را محاسبه کنید. طول کل جسم 900 میلیمتره. یه نیروی 120 کیلونیوتن بهش اعمال شد. مدول الاستیسیته فولاد 210 گیگاپاسکال، مدول الاستیسیته آلومینیوم 70 گیگاپاسکال. قطر هر دوتا با هم مساوی 50 میلیمتر. طول قسمت اول یعنی فولادی و آلومینیومی وقتی با هم جمع بشه میشه طول کل 900 میلیمتر. صورت سوال خودش گفته باید قسمت فولاد و آلومینیوم تغییر طولشون با هم مساوی بشه. از اینجا شروع می‌کنیم به حل. تغییر طول فولاد میشه PL به EI فولادی. تغییر طول آلومینیوم میشه PL به EI آلومینیوم. نیرو در هر دو قسمت با هم برابره. یعنی نیرو در قسمت فولاد و آلومینیوم با هم مساویه. پس حذف میشه. سطح مقطع چون قطر هر دو تا یکیه سطح مقطع هم حذف میشه. چی میمونه؟ میمونه طول فولاد به طول آلومینیوم مساوی است با مدور الاستیسیته فولاد به مدور الاستیسیته آلومینیوم. خب قسمت اول کسر رو نداریم، کسر اول رو نداریم، کسر دوم میشه 210 به 70 میشه 3. پس در نتیجه طول فولاد میشه 3 برابر طول آلومینیوم. برای چه موقعی؟ وقتی که تغییر طول با هم مساوی باشه. به جای طول فولاد تو معادله اول میذارم 3 تا ال آلومینیوم علاوه ال آلومینیوم مساوی با 900. پس 4 تا ال آلومینیوم میشه 900. طول آلومینیوم میشه 225. ال فولاد میشه 3 تا طول آلومینیوم. در نتیجه طول فولاد میشه 675. این قسمت اولش بود. قسمت دوم به ما گفته تغییر طول کل جسم رو هم به دست بیاریم. تغییر طول کل جسم مساوی میشه با تغییر طول قسمت فولادی علاوه تغییر طول قسمت آلومینیوم مساوی میشه. مگر سوال نگفته بود تغییر طول هر دو تا با هم برابر باشه؟ یعنی گفته بود طول رو جوری پیدا کنیم که تغییر طول قسمت آلومینیوم و فولاد با هم برابر باشه. فرض کنم اینو بذارم تغییر طول آلومینیوم، پس دلتا میشه دو تا دو تا دلتای آلومینیوم مساوی دو تا پی ال بی آی آلومینیوم نیرو در آلومینیوم بی آی آلومینیوم مساوی شد دو زد نیرو در آلومینیوم 120 کیلونیوتن 120 در درک توان 3. طول آلومینیوم حساب کردیم چند شد؟ 225 میلیمتر در اعتبار منفی 3 تبدیل به متر. ای مدول الاستیسیته آلومینیوم 70 گیگاپاسکال 70 در 10 به توان 9. آ سطح مقطعش در P در 50 در 10 به توان 3
به تمام دو چهارم. چهار هم اندازه یک در ده به تمام چهار متر میشه تغییر طول کل جسم. پس دیدیم وقتی گفته بود طول ها با هم برابر باشن، ببخشید وقتی گفته بود تغییر طول ها با هم برابر باشن، تونستیم با استفاده از پی ام بی آر راحت طول هر قسمت رو به دست بیاریم. نکته این سوال اینه وقتی چند جنس متوالی پشت سر هم باشن یه نیرو بهشون اعمال بشه، نیرو تو تمام اونا با هم برابر. مگر اونی که در طول جسم یه نیروی اضافه بشه که ما باید این رو عوض کنیم. گفته جسم مرکب زیر یک هسته آلومینیومی دارد و دوران یک فشار فولادی است. تغییر طول کل جسم مرکب را محاسبه کنید. این جسم مرکب یه صفحه رو گذاشتن روش، اینو کشید، صفحه رو کشیدن. به چه معنیه؟ یعنی اینکه این دوتا هم آلومینیوم هم فولاد با هم داره کار میکنه. یعنی اینجور نیست که آلومینیوم بیشتر کشیده بشه، فولاد کمتر کشیده بشه. آلومینیوم و فولاد همراه دارن کار میکنن. پس تغییر طول هر دوتا با هم برابره. سطح مقطع فولاد با آلومینیوم برابر شده با 320 میلیمتر مربع. مدول لاستیک آلومینیوم 70 گیگاپاسکال. مدول الاستیسیته فولاد 210 گیگاپاسکال. این صفحه سول گذاشتن، این نیرو رو در صفحه سول اعمال. گفته تغییر طول کل جسم رو به دست میاره. وقتی یه صفحه سول گذاشتن روی این جسم و دارن نیرو بهش اعمال میکنن، قسمت آلومینیوم و قسمت فولادی با هم و هم کشیده میشن. یعنی نیروی کل میشه نیرو در قسمت فولاد، علاوه نیرو در قسمت آلومینیوم. اما سیستم یک پارچه داره عمل میکنه، یعنی تغییر طول قسمت آلومینیوم با تغییر طول قسمت فولاد با تغییر طول کلی مساوی. پس ما
میدونیم که تغییر طول اینا با هم برابر. حالا شروع میکنم از این قسمت برم. پس PL به ER آلومینیوم مساوی با PL به ER فولاد. طول ها که با هم مساویه، سطح نقطه ها هم سوال گفته با هم مساوی. در نتیجه نیرو در آلومینیوم، نیرو در فولاد به نیروی آلومینیوم مساوی میشه با پی استی به پی آلومینیوم مساوی میشه با ای استی به ای آلومینیوم. قسمت اول رو نداریم، قسمت دوم رو داریم، میشه 210/70 مساوی میشه با 3. یعنی اینکه نیرو در قسمت فولاد مساوی است با 3 برابر نیرو در قسمت آلومینیوم. تو بالایی به جای پی استی میذارم 3 تا پی آر، 3 تا نیرو در آلومینیوم علاوه نیرو در آلومینیوم مساوی میشه با 360. در نتیجه نیروی 4 تا نیروی آلومینیوم مساویش با 360، نیرو در آلومینیوم میشه کیلو. بیزنیم تو برای پی اس تی یعنی پی فولاد میشه 3 تا نیروی آلومینیوم میشه 3 نودا 27. نیروها رو به دست آورد. تغییر طول کل جسم رو میخواد. دلتا یکی رو انتخاب میکنم، مثلا فولاد رو انتخاب میکنم. پی ال بی آش میشه 270 در طولش 750 میلیمتر میشه 75 سانتی متر، 0.75 در یک متر. ای میشه 210 گیگا پاسکال در دوامنو و آ میشه در 320 در در دوام میلیمتر مربع تبدیلش به متر مربع منفیش مسایش رو 3 در 10 به توان 3 میلیمتر یا همون 3 میلیمتر. 3 میلیمتر مثبت یعنی اینکه این جسم افزایش طول داره به اندازه 3 میلیمتر. این قسمت هم تمام. قسمت بعد و مبحث بعد ضریب پوازون. ضریب پوازون و نسبت پوازون.
باید نونش بهش بگیم. ببینید شما فرض کنید یک کش رو دارید میکشید. وقتی این کش کشیده میشه در جهتی که شما دارید بهش نیرو اعمال میکنید طول داره زیاد میشه، اما سطح مقطع همواره داره کوچک میشه تا جایی که سطح مقطع جدا میشه از هم. شما مثلا دارید در جهت X به این جسم نیرو وارد میکنید، اما این مقطعش داره کوچک میشه، نیروی اعمال نشده اما تغییر طول به وجود اومده. پس در جهت X من الان کرنش دارم که میشد دلتا به در جهت X، خب نیرو اعمال کردم کرنش هم به وجود اومد. در جهت Y و در جهت Z باز یه نیرو ندارم اما دلتا به وجود اومده و در نتیجه کرنش به وجود میاد اپسیلون Y و اپسیلون Z. به کرنشی که در جهت اعمال نیرو به وجود میاد میگن کرنش اصلی. به کرنشی که نیرو وجود نداره اما تغییر طول داره ایجاد شده بهش میگن کرنش فرعی. از تقسیم کرنش فرعی به کرنش اصلی یه ضریب به وجود میاد که بهش میگن ضریب پواسون. چرا منفی گذاشتم اینجا؟ وقتی کرنش اصلی افزایش طول داریم یعنی مثبته، کرنش های فردی کاهش طوله یعنی منفیه. پس این منفی اینجا میتونم که این ضریبه این عدد مثبت باشه. نو همواره بین صفر و یک. خب الان کرنش فردی میشه منهای نو برابره کرنش اصلی. مثلا توی این شکل اپسیلون ایگره مساوی باست با منهای نو اپسیلون ایکس و اپسیلون زد هم برابر با منهای نو اپسیلون ایکس. پس کرنش های فردی با هم برابر اپسیلون ایگره و اپسیلون زد با هم برابر، کرنش های فردی با هم برابر. حالا فرض کنیم حالا برای x داشتیم میگه، پس من یه نیرو اگر در جهت x داشتم یه گذنم میشه کرنش های فرعی، اگر نیرو در جهت y داشتم اپسیلون y هم میشه کرنش اصلی اپسیلون x و
و اپسیلون ز هم که با هم مساوی هم میشه برش فرعی. حالا اگر نیرو در جهت ز داشتم چی؟ پی ز داشتم چه اتفاقی میفته؟ کرنش اصلی میشه اپسیلون ز و کرنش فرعی میشه اپسیلون ایکس و اپسیلون وای. اینا با هم مساوی. کردش برابر بود با تنش مساوی بود با ای اپسیلون، در نتیجه کردش میشه تنش به مدول الاستیسیتی برای کردش اصلی، چون تنش ما تک تک نیروها رو اعمال کردیم و گفتیم چه کرنشی رو به وجود میاره به عنوان کرنش اصلی و چه کرنشی هم به عنوان کرنش فرعی. حالا بخوایم بررسی کنیم ببینیم که اگر تمام نیروها در تمام جهات اعمال بشن چه اتفاق. فرض کنیم یه پی ایکس داشته باشیم. پی ایکس که دارم در نتیجه کرنش اصلی میشه سیگما به این. کدوم جهت کرنش اصلیه؟ اپسیلون ایکس میشه سیگمای ایکس به ایگر و زد میشن کرنش فرد. این های نوت سیگما ایکس به ای اپسیلون زد شبه این های نوت سیگما ایکس به. حالا اگر ایگرگ داشته باشیم کرنش اصلی میشه اسمن ایگرگ، فرعی ها میشن ایکس و زد. الان سیگما ایگرگ به این منهای نو سیگما ایگرگ به این منهای نو سیگما ایگرگ به. حالا فرض کنیم پی زد اعمال شده کرنش اصلی در جهت زد، فرعی در جهت ایکس و ایگرگ علاوه سیگما زد به این منهای نو سیگما زد به این منهای نو سیگما زد به. ببینید هر نیرویی که داشتیم نیروی x اعمال میشه این ستونه، نیروی y اعمال میشه ستون دوم رو داریم، نیروی z اعمال میشه ستون سوم رو داریم و اگر هم هر ستا اعمال بشن هر ستا رو داریم. این برای چه وقته؟ وقتی که نیروها کششی باشن.
اگر نیروها فشاری باشن چه اتفاق میفته؟ این معادلاتی که نوشتیم همه به منفی براشون اضافه میشه. از این بالایی ها برای نیروی فشاری و این علامت ها پایینی برای نیروی کششی. بیرین میگن شکل کلی قانون هوک برای تنش سه محوره. پس این میشه شکل کلی قانون هوک برای تنش سه محوره، یعنی هر سه تا نیرو رو داشته باشه. می‌دونیم که اگه نیرو رو داشتیم، سرپنگ داشتیم، راحتی می‌تونیم هر کدوم از این تنش‌ها رو به دست بیاریم. یه مثال هر کنیم. گفته یک مکعب مستطیل از جنس فولاد نو صرف مویزه 29 سمون مدول الاسپیسیده 200 گیگاپاسکال تحت اثر تنش یک نواح و ثابت بر تمام وجوهش اثر کرد. اگر تغییر طول کل جسم در جهت X یعنی دلتای X باشه 0.024 میلیمتر، تغییر طول دو وجه دیگر رو محاسبه کنید، دلتای Y و دلتای زد رو خواسته. قسمت بعد گفته این قسمت الف. قسمت ب گفته مقدار تنش فشاری وارده را به دست آورید. خب سیگما x نماشد، فشاری هم نشد، در جهت z نماشد، دیگران در جهت y. طول وجه ایکسش یعنی این جهت ایکس دیگه زد، طول وجه ایکس میشه 80 میلیمتر، طول وجه ایگرگش میشه 40 میلیمتر و طول وجه زد هم میشه 60 میلیمتر. تنش ها هم فشاری. ببینید چی گفته بود سوال؟ گفته بود تحت اثر تنش یک نواخت و ثابت بر تمام وجود. یعنی چی؟ ما حلش شد میشه سیگمای ایکس با سیگمای ایگرگ با سیگمای زد با هم مساوی. همه از میشونم
خب در یه وجه دلتا رو داره، دلتا یک وجه رو داره. من اگر بتونم طولش هم که دارم، طول ال ایکس هم دارم، دلتا ایکس هم دارم، اگر بتونم اپسیلون ایکس رو به دست بیارم، به راحتی میتونم تنش ها رو محاسبه کنم. خب اپسیلون ایکس میشه دلتا ایکس به ال ایکس صفر اومد صفر 24 طولش هم 80 منفی هم هست. چرا؟ چون کاهش طول داشته دیگه، جمع شده میشه منهای 3 در 10 بودوان منهای 4. اپسیلون و ایکس رو پیدا کردم. چیا رو من میخوام؟ تنش ها هم میخوام دیگه. من اپسیلون ایکس رو دارم، ایرم دارم، نور رو هم دارم، تنش ها رو میتونم به دست بیارم. چرا؟ چون تنش ها با هم مساوی. می‌نویسم اپسیلون ایکس مساوی میشه چون برای نیروی فشاری دارم، میشه منهای سیگما ایکس به ای علاوه نو سیگما ایکس و ای بگن که هم با هم برابر نظارت نمیسن. اپسیلون ایکس مساوی میشه با منهای سیگما به ای علاوه نو سیگما به ای علاوه نو سیگما به ای. پس اینو ساده کنم چی میشه؟ اپسیلون ایکس میشه یک علاوه دو تا نو در سیگما بی. اپسیلون ایکس میشه منهای 3 در درد توان منهای 4 مساوی است با یک علاوه دو ضرب در نو. چند بود؟ 29 صدا 0.29 سیگما به ای مدول الاستیسیته 200 کیلو هست. پس به راحتی من میتونم تنش رو محاسبه کنم. تنش میشه تنش میشه 142,857 ممیز 14 کیلو پاسکال. یه چیزی هم به دست نبردم. دلتا. دلتا به ال میشه اپسیلون در نتیجه دلتای مثلا ایگرید میشه اپسیلون ایگرید ضرب در ال.
اپسیلون چند شد؟ اپسیلون رو من دست آوردم منفی 3 در 10 به توان منفی 4، چون تنش یکسان بود، چون تنش یکسان بود اپسیلون هم یکسانه، پس دلتای ایگرگ میشه منهای 3 در 10 به توان منهای 4 ضرب داره بلیده ایگرگ بود 40 میلی، 40 میلی در 10 به توان میشه 3 کنید 3 در 12 میلی. دلتای Z چی میشه؟ باز میشه منفی 3 در 10 به توان منهای 4 ضرب داره طول 60 میلی، 60 میشه 3 مورد 0 18 میلی. چون تنش ها با هم یکسان بودن کرنش ها هم با هم برابر هم چون جنسش عوض نشد. این کرنش برای نیروهای محوری بود، یعنی نیرویی که عمود بر سطح باشه. یه کرنش دیگه هم داریم به اسم کرنش برشی، یعنی اگر نیروی برش به جسم اعمال بشه یه تغییر زاویه درش به وجود میاد، که به اون میگن کرنش برشی. پس جنس کرنش برشی از جنس زاویه است. یه جسم وقتی تحت تنش برشی قرار میگیره قاعدتا این باید اینجوری بشه دیگه، انتظار بزرگ نمایی کنم و ببینید چه تغییر چیزی درش وجود میاد. زاویه اسمش رو بزنید گاما، میگن کرنش برشی، کرنش برشی. خب همینجوری که ما قبلا برای تنش و کرنش نرمال نمودار رسم میکردیم و میگفتیم قسمت خطی شما یه ذریب میگیری به عنوان شیب خط بین تنش کرنش، و میگفتیم ای افسیلون این هم بود حدود الاستیسیتی. حالا برای تنش و کرنش برشی تو و گاما باز میتونیم در هر لحظه به جسم نیرو اعمال کنیم، تنش ها رو پیدا کنیم، کرنش ها رو پیدا کنیم، نقاط رو رسم کنیم و هم وصلشون کنیم. یه نمودار رو ما بدیم، نمودار تنش کرنش برشی، یعنی بینه و این قسمت خطیش هم ما در نظر میگیم این خطی. در قسمت خطی بین تنش و کرنش رابطه وجود داره و یه ذریب اینجا باید ضرب بشه. این ذریب رو میگن جی، مدول برشی، مدول برشی یا هم شیب خط تنش کرنش برشی. پس بین تنش برشی و کرنش برشی یه رابطه وجود داره که میشه جی گام، تو برابر است با جی گام.
من هر در هر قسمت که تنش برشی داشته باشم در نتیجه کرنش هم دارم. مثلا توی ایکس پای داشته باشم گامای ایکس پای هم دارم. گفتم گاما جنسش زاویه است ولی رادیان، از جنس رادیانه. اگر درجه بود باید تبدیل بشه به رادیان. 180 به پی مساوی است با درجه به رادیان. از این استفاده میکنیم و درجه رو به رادیان تبدیل. خب ما هر تنش برشی که داشته باشیم در نتیجه کرنش برشی هم داریم. پس ما یه تانسور تنش داشتیم، پس میتونیم تانسور کرنش هم داشته باشیم. سیگمای ایکس داشتیم اینجا میشه، سیگمای ایکس داشتیم ما چی داریم الان؟ اپسیلون ایکس داریم دیگه. هر جا کرنش تنش داشتیم بجاش کرنشش رو میذاریم. تنش محوری داشتیم پس کرنش محوری داریم، اپسیلون ایکس. تنش برشی داریم کرنش برشی داریم، گامای ایکس پای گامای ایکس گامای ایکس وای با وای ایکس برابر بود دیگه تنشاش. اینجا تنش نرمال داره در کرنش نرمال هم داره. گامای ایکس زد گامای زد و اپسیلون ایکس. این میگن تانسور کرنش. به ابعاد 160، 50 و 40 این نیمه پی بهش اعمال شده. جی میشه، جی هسته 6 دهم گیگا پاسکال، یه عدد بزرگه مثل مدل الاستیسیتی. گفته پس از اعمال نیروی پی صفحه بالا به اندازه 8 دهم میلیمتر جابجا میشه. یعنی اینو نیروی پی رو اعمال کرده، این صفحه بالایی 8 میلیمتر جابجا شد. کرنش برشی و نیروی پی رو از ما خواسته. گاما رو از ما خواسته چنده؟ نیروی پی رو از ما خواسته چنده؟ یه زاویه وقتی خیلی کوچک باشه سینوسش با تانجانتش با خود زاویه برابره. پس گاما یا همون کرنش برشیه تقریبا میشه تانجانت گاما. تانجانت چیه؟ ضلع مقابل به ضلع مجاور. این گاما دیگه ضلع مقابلش میشه 8 دهم، ضلع مجاور میشه 40 مساویش با 0.02 رادیان. توی ایکس بای حالا صفحه رو چون ننوشتیم اینجا خیلی زیاده تو مساوی هست با جی گاما. در نتیجه خوب میشه جی بود چند؟ 6 دهم گیگا پاسکال میشه 6 دهم در میتوان اینو ضرب در گاما که شد 0.02 میشه 12 مگا پاسکال. الان من مقدار تنش برشی رو دارم.
تنش برشی مگر نبود نیروی برشی تقسیم بر سطح مبتد. نیروی برشی اینجا چیه؟ پی. پس تنش برشی میشه پی به آ. در نتیجه پی میشه تو ضربه در آ. تو بود 12 مگاپاسکال، آ سطح مقطع میشه 5 سطح ضربه در 16 سطح. یعنی این دیگه سطح مقطع اگه این نیست چه 0.05 ضربه در 0.16 مساوی میشه با 96 کیلو نیوتن. راحتی تونستم هم فرمش برشی رو به دست بیارم و هم نیرو. اینجا هستم، تموم شد. خسته نباشید.